بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بس سلسله برنامه‌های تفسیر علمی و اعجازی قرآن خوش آمدید. قرار هست امروز به ادامه بحث گذشته پارت دوم مسائل مربوط به زمین و همچنان کوها و خلقت نباتات و چگونگی بیرون شدنشان از زمین را صحبت بکنیم. الله متعال در سوره رعد، سوره 13 قرآن آیه 4 می‌فرماید و فی الارض قطع متجاورات، و در زمین قطعات متجاور هست. هدف از بحث قطعات، قطعه های مختلف زمین هست. این قطعه ها به چند مفهوم در قرآن یادآوری میشه. اول این که عده‌ای از خاک ها سیاه هستن، عده‌ای از خاک ها زرد، عده‌ای از خاک ها هم خاک نرم، عده‌ای از خاک ها سخت، و به انواع مختلف خاک اینها میتونن قطعات متجاور باشن. بحث بعدی قطعات متجاور زمین عبارت است همان کوههایی هستند که مرز میان مناطق و قطعه ها در زمین میشن. از اونجایی که کوهها به عنوان میخ در زمین قرار داده شدن و ثبات زمین را حفظ میکنن، الان بس این هست که این ثبات و حفظ ثبات زمین ارتباط گرفت با کوها. پس خود قطعات مختلف زمین، اگر یک قطعه اینجا شما ببینید با یک کوهی جدا شده، اگر یک قطعه اونجا با یک دوری از کوهی جدا شده، اگر یک قطعه جای دیگری با یک دوری از کوهی جدا شده، این قطعات مختلف جدا شده در قسمت‌های مختلف زمین عبارت از همون قطعات متجاوری هست که الله متعال در قرآن ذکر کرده. و از نظر مایکرویی اگر کوچکتر بنگریم، بر این میرسیم که اگر ما نباتی را در زمین غرس میکنیم، علت این که غرس اون نبات، اگر درخت سیب باشه سیب بیرون میشه، اگر درختی از انار باشه انار بیرون میشه، علت ها چه هست؟ علت بر این هست که قوه و انرژی که از طرف اون قطعه زمین بر این نبات داده میشه مربوط خودش هست. فرض بکنین اگر شما دانه ای از سیب را در زمین میکارین، تمام زمین انرژی مربوط به یک سیب و ویتامین های مربوط به یک سیب را به اون دانه میته تا اون دانه بیرون شه و بالاخره رشد بکنه. اگر شما دانه ای از انگور در زمین میکارین و درختی از انگور با این زیبایی و کمال بیرون میشه و اون میوه شیرین را تولید میکنه، قدرت الله متعال را بر ما نشان میده. این که این قدرتی است که تمام مواد و انرژی و ویتامین های مربوط به اون دانه را برش میرسونه تا اون دانه رشد بکنه و بیرون شه. و این قطعی متجاور در زمین هست، یعنی ذرات متجاوری در زمین که یک جا پهلوی هم زندگی و کار می کنن. والله متعال می فرماید که و جنات و باغچه های زیبایی که شما در اطرافتان می بینین با این همه گل های رنگارنگ، تمام اینها نشانه های قدرت هستن. چگونه ممکن هست بندهی با این نشانه های قدرت به عظمت الله متعال پی نبره و تعقل نکنه و تفکر نکنه تا معرفت بیشتر حاصل بکنه؟
این باغچه ها از اعناب و انگور و زروعین و زروعات مختلف هست و نخیل و خرماهایی هست که این درختان متفاوتی از خرما و باغچه ها و انگور، اینها چه هستند؟ سنوان و غیر سنوان. یعنی این کشف علمی بزرگ در قرآن واقعا حیرت انگیز هست که ادهی یک شاخهی یا بالاخره امون یک ساقهی هستن و ادهی چندین ساقهی و به صورت پراگنده رشد میکنن. این نشانی از عظمت پروردگار هست و همچنان قدرتی که الله متعال به زمین داده و خاصیتی که بر اون نبات بالاخره تعیین کرده. و این جنس معنوی در زمین و در اون نبات باعث میشه که این نبات و این درخت با این زیبایی متفاوت بالاخره رشد بکنه. ما چه کار میکنیم؟ زیباترین قسمت آیه این هست که تمام این نباتات و میلیون ها رنگ درختان و گیاهان و بالاخره گل های زیبایی که در اطراف ما هست، اینها همه یسقا بماء واحد، همه بر یک آبیاری شدن و یک آب را بر خود میگیرن. آب دیگه دو نوع آب نیست، آب دیگه سه نوع آب نیست، آب یک نوع آبی هست که از آسمان پایین میشه و اینها را آبیاری میکنه. ولی تفضیل و برتری اینها که الله متعال میگه نفضل و بعدها علی بعد، بعضیش بر بعضی برتری پیدا میکنه، تفاوت انگیزی میشه، عوامل دیگه هستن در این اطراف که کار میکنن. اول این که در اون دی این ای نبات الله متعال تمام خواص مربوط به اون درخت و نبات را ذکر کرده و اونجا در حقیقت حفظ کرده و بالاخره اون را اونجا ثبت کرده تا اون نبات از اون دینش استفاده بکنه و چیز مورد نیاز را بیرون بکنه و چنان چیز را زیبا بیرون میکنه. و قوت زمین چقدر رول داره که تمام قدرت شناسایی به زمین داده شده شناسایی بکنه اون نبات را. و کسی هست اینجا که کنترل میکنه که اون نباتی که در زیر زمین یا اون دانه‌ای که در زیر زمین گذاشته شده کدام انرژی، کدام قوت، کدام ویتامین بر این نبات و این دانه داده شده تا بالاخره رشد بکنه. به نظر انسان شاید ساده باشه ولی کار ساده‌ای نیست. با این همه تکنولوژی ما تا به حال یک نبات زنده را نتونستیم بسازیم. پس چگونه از این جنس مورد آب و خاک الله متعال یک درخت با اون زیبایی و کمال و اون میوهی با اون شیرینی بیرون میکنه؟ قابل تفکر هست اینها. اینها در خوردن وقتی برتری دارن، شما ببینین از چوب خشک الله متعال بیرون میکنه یک میوهی به عنوان تورنج یا همون مالتی که با آب شیرین و اون زیبایی پرده ها داخل این میوه واقعا زیبا هست و قابل تفکر هست و انسان رو به معرفت الله متعال میرسونه. درختی در پلوش می نشانین، یک دانه از اون انار بیرون میکنه با دانه های کوچک داخلش و اون پرده های منظم. فکر نمی کنیم که اینها رو الله متعال برای این خلق میکنه تا نشانه های قدرتش باشه و بر ما در قرآن ذکر میکنه تا شما اینها را تفکر بکنید. اینها تمامش آیات الهی هستن که ما را به معرفت الله متعال نزدیکتر میسازن. ان فی ذالک، به تحقیق در تمام این نشانه های قدرت از خلقت این زمین، خلقت اون کوه، خلقت این درخت از زیر زمین، دادن قدرت و انرژی و ویتامین ها به زمین، کارکرد آفتاب بالای این ساقه و برگ های درخت به خاطر بیرون کردن اون میوه زیبا و بالاخره این چیزهایی که ما
میبینیم و میشنویم و فکر میکنیم اون بارانی که با اون قطرات زیبا میایه و بر زمین جذب میشه، اون ابری که بالای ما تشکیل میشه. درست است که قرآن کتاب هدایت هست، ولی این چنین با آیات و نشانه های مبین در بیرون، الله متعال بر هدایت و ایمان ما و معرفت ما میافزاید و این را بیشتر و بیشتر میکند. پس اینها را چکار میکنیم؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. در تمام این نقاط و بحث ها آیت ها و نشانه ها هست برای قومی که تعقل میکنن. ما تعقل بکنیم. در بحث قبلی الله متعال بالای تفکر بحث کرد و اینجا تعقل. تفکر بحث ابتدایی ذهنی هست که ما با ذهن خود روی یک مسئله فکر میکنیم تا به اون مسئله برسیم. ولی تعقل قدم بعدی هست. تعقل زمانی است که شما از یک آیه و نشانه یک چیزی برداشت کردید. تعقل زمانی است که شما یک علمی را تانستید که بر خود بگیرید. وقتی شما اون علم را بر خود میگیرید، در حقیقت به مرحله تعقل رسید و تعقل خودش باعث قوت ایمان، قوت اندیشه و فکر و آهسته آهسته اون قوت قلب انسان ها و اون قوت روح انسان آهسته آهسته بالاخره انسان را به کمال های زیبای قلبی، ایمانی و معنویش میرساند. پس تمام این نشانه ها در کائنات ما برای تعقل هستند تا ما اندکی تعقل بکنیم و از راه تعقل و تفکر واقعی بتونیم که معرفت بیشتر به الله متعال پیدا بکنیم. پس فرصت را از دست ندیم. زیباترین فرصت همین لحظه ای هست که ما توان این را داریم تا یک نشانه ای از نشانه های الله متعال را در بیرون ببینیم و در درون خود ببینیم و از این استفاده بکنیم برای معرفت بیشتر ما. بس امروز پاسخ به سوالات جلسه قبلی و این جلسه، چگونگی خلقت زمین و درختان و نشانه های قدرت و معرفت الله متعال در جهان هستی برای ما. این بود بحث آیه 4 سوره رعد. تا بحث های بعد، الله نگهدار.